درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این درس به پنج اصطلاح، پنج ضرب المثل یا اصطلاح میپردازم، idioms که توی خود واژه egg رو دارند. و idiom هایی که حالا food idiom رو باز براتون خواهم داشت. یک دسته کلی داریم به نام food idiom و حالا امروز egg. اوکی؟ تخم مرغ رو توی خودش رو دارن. مثل ویدیوهای دیگه بررسی اصطلاحات ایدیوم ها بریم و اول بگم کدوم ایدیومشه، بعد مثالش رو با هم بپردازیم. اوکی؟ توی مورد اول bad egg اصطلاح و حالات اون ضرب المثل ما هست. bad egg، ما به فردی یا چیزی، معمولا به فرد میگیم bad egg، معمولا به یه فرد ممکنه بگیم bad egg. این کمتر بریتیش، یعنی تو معمول نیست یا توی انگلستان، ولی خب کلن ضرب المثل ها منطقه به منطقه فرق میکنن. توی یه منطقه ممکنه اون اصلا دیگه به یاد نیاد، توی منطقه کاملا هر روز داره استفاده میشه و حتی خونه به خونه میتونه متفاوت باشه. ممکنه توی خانواده هنوز رایج باشه، تو خونه بغلی نه، یعنی میتونه همه اینا باشن. ولی این کلن بیشتر، چون اصلا از خود چیز هم آغاز میشه، از خود آمریکا هم آغاز میشه، تاریخش تو آمریکاست. bad egg کلن تو آمریکا بیشتر شنیده میشه. کلن bad egg به فردی گفته میشه که قابل اعتماد نیست، نمیشه روش حساب کرد، معمولا خرابکاره، قابل اعتماد نیست، dishonest، صادق نیست. آها. و معمولا تو زرد عذاب در میاد. اون تو زرد عذاب در میاد رو میگیم. حساب کنید مثلا یک خوراکی که داره آماده میشه و یه تخم مرغ هم نیاز داره و شما اون تخم مرغ رو مثلا میشکنید و وارد میکنید، فرض کنید که تخم مرغ رو وقتی که همون بالا بازش میکنیم، یعنی مستقیم میره توی خوراکمون، اگر یک تخم مرغ گندیده باشه، فاسد شده باشه، اون اگر وارد بشه چه اتفاق میفته برای اون خوراک؟ ما در واقع این از همونجا برمیگرده و میگن که اصلا فلانی bad egg، یعنی گند میزنه به کار، خراب میکنه همه چیزو و روش نمیشه حساب کرد، کلا اون خال خرابه. نه یه چیز من بزنم برای یه چیزیه که به هر حال گند میزنه به کار. این وقتی این شکلی باشه، وقتی فردی رو ما داریم که توی این مایه ها هست بهش میگیم bad egg. Okay, he's a bad egg. Okay, بریم سراغ جملهش. He was the only bad egg in the group. مثلا ما یه گروهی داریم، یه سری دوستانی هستیم، یه سری همکلاسی، همسن و سال اینها، وقتی یه دونه نخاله اومد بزنم، یه دونه نخاله تو خودمون داریم، اونو بهش میگیم bad egg، اونی که روش نمیشه حساب کرد، کلن کارو خراب میکنه. یه مدار چیزی داره، خورده شیشه داره. اوکی، میگیم صرف خورده شیشه داره، خود بد جنس. آها، وقت میگیم مثلا he's a bad egg. اوکی. و اما to have، اوکی، میگیم مثلا فلانی، حالا چون she هست شده هست، to have egg on your face، to have egg on your face که اینجا در رابطه با she داریم حرف میزنیم، has و شده her. وقتی میگیم که یکی تخم مرغ رو صورتشه، egg روی صورتشه، این تاریخش برمیگرده در واقع به داستان‌ها و مسائلی که مثلا به روستا و اینها بوده، روباه یا روباهی که میاد دزدی، میاد به مرغ‌ها میزنه و مثلا مرغ فرار می‌کنه، اینها تخم مرغ‌ها رو میشکنه و اینها. خب روباه با قاشق چنگال و با نپکین و اینها تخم مرغ نمی‌خوره و تخم مرغ روی صورتش میمونه و یه مقدار اثرش هست. این دقیقا داره همینو میگه، مثلا کسی که کاری میکنه، اشتباهی میکنه، تهمتی میزنه، کار نادرستی رو انجام میده و اثرش هم روی خودش هست. داستان فردیه که میگفتش که ماستا رو چرا خوردی؟ میگفتش که ما ماست دوست دارم اصلا، و دست میکشه میگفت که گچی شد، کل صورت ماست بود، ولی میگفت ما ماست دوست دارم اصلا. و این قضیه اون روباه هست که تخم مرغ روی صورتشه و معلومه، یعنی اون ننگ رو با خودش روی صورت خودش داره. اوکی؟ پس ما زمانی میگیم مثلا کسی تخم مرغ روی صورتش داره که یک
ننگی رو داره با خودش این برانور میبره، یا یه embarrassment، یه اون حالت یه کاری کرده یه جایی خرابکاری کرده و اون هر جا که میره باهاشه، انگار مثل اینکه شما مثلا صورت کثیف باشه، تخم مرغی باشه، باهاش بری بیرون. چه حسی به آدم میده؟ این فردم حالا صورتش نیست، ولی کاری که کرده و چیزی که توی خاطر ما جا گذاشته سبب میشه ما بهش بگیم این هنوز اون تخم مرغ رو صورتش داره. بریم مثالش رو ببینیم. She thought my niece، دختر برادر آدم یا دختر خواهر آدم، She thought my niece was my girlfriend. طرف فکر کرد بچه خواهرم، بچه برادرم، دوست دخترمه. And shouted، و داد و بیداد کرد، سر صدا رو انداخت. She still has egg on her face. هنوز صورتش تخم مرغه، یعنی هنوز اون خجالت زده است از اون قضیه، هنوز اون رو که یادمون میاد یا هر چیزی مثلا خجالت میکشه، اون آشفتگی رو بهش میده. پس اگر که داریم از یه نفر صحبت میکنیم مثلا که از خودمون یه اشتباهی کردیم، یه جای گندی زدیم و اینها، و میگم هنوز من اون خجالت میکشم جلوی فلانی اینها، میتونیم مثلا میگم I still have that egg on my face. Okay? I still have egg on my face. Okay? میتونم میگم هنوز شرمم میشه تو روش نگاه کنم یه همچین حالتی. Alright. و اما اینجا اصطلاح این بره، To kill the goose that lays the golden egg. کشتن قازی که تخم طلا میذاره. یعنی داستان شما اینم برمیگرده به اون فردی که تخم از یه قاز تخم طلا میگرفت و بعد طمع کرد، گفت بکشمش از تو شکمش ببینم چیکار میکنم. و خب این یه روزی یه دونه تخم مرغ میذاشت و این تخم مرغ نه، تخم قاز میذاشت و این میخواست بیشتر ازش دریافت کنه و رفت کشتش و دیگه هیچی گیرش نیومد. یعنی در واقع طمع کردن و باختن سر طمع، هم اون چیزی که اصلی هست و منبعی که وجود داره رو اون رو از بین ببریم. حالا میتونیم تو حالت مثبتش یا منفیش استفاده کنیم، که حالت منفیش رو آوردم. گفتم He thought if I leave the job، فکر کرد اگه من اون شغل رو رها کنم، اون کار رو ول کنم، I have killed the goose that lays the golden egg. فکر کرد اگه اون کار رو رها کنم، فکر کرد اگه از اون کار بیام بیرون، زدم غازو که تخم طلا میذاره رو کشتم. اینجا میخوام بگم که خب برعکسش اتفاق افتاده، همچین چیزی نبوده. واسه همین که توی جمله اینجا این شکلی بود میشه He thought I if I leave I have killed. فکر کرد اگر کار رو ول کنم اینه، ولی ظاهراً داستانی چیز دیگه است. و اما این یکی خود اصطلاحه، کلاً خود اصطلاح ما زیاد این رو استفاده میکنیم و زیاد هم توی جمله مستقل میاد، معمولاً توی جمله دیگری خودش رو پنهون نمیکنه. Don't put all your eggs in one basket. همه ی تخم مرغات رو توی یه دونه سبد نذار. و این هم برمیگرده به اون که فردی که چیز داشت، سبدی همه ی تخم مرغاش رو یک جایی گذاشته بود و اون میفته و له میشه و همه تخم مرغ از بین میرن. اصطلاحا یعنی سرمایه گذاری کردن. معمولا سرمایه گذاری رو بحث سرمایه گذاری هست یا ریسک کردن، حالا که بیایم همه سرمایه‌مون رو، همه برنامه‌مون رو یا وقتمون رو یا اون چیزی که داریم رو روی یک چیزی ریسک کنیم و اون وقت اگر بره همش رفته و ما همه وقتمون، همه پولمون، همه همون چیزی که اونجا گذاشتیم رو دادیم و رفته. و میگن همه تخم مرغات رو توی بسکت نذار، یعنی اینکه تقسیم کن، پلن بی داشته باش، جای دیگه قرار بده، برنامه دیگری داشته باش که بتونی اگر ضرر این بر کردی باز یک چیز دیگه یا باری که یه جای دیگه داشته باشی. Alright. و اما این یکی، این هم دوباره خود اصطلاحه و توی مثال نیاوردمش. مثلا حالا میتونی توی مثال مختلف باز چپوندش، ولی معمولا همینجوریه. میگیم You can't make an omelette without breaking eggs. نمیشه املت درست کرد و تخم مرغی هم نشکست. You can't make an omelette. یا معمولا میگم One can't make. Game one رو شما میتونی عوض کنیم. You can't, she can't. هر کسی که ما بخواییم بعد نظرمون هست، میگیم که نمیشه
املت درست کرد و تخم مرغی هم نشکست و این کلن معنیش توش مشخصه. بعضیشون خیلی راحت میشه فهمید، بعضیشون خیلی پرتن، اصلا این چیز دیگه دارم میگن. اما اون یکی از اون ساده است، یکی که نمیتونی املت درست کنی بدون اینکه تخم مرغ رو بشکنی، تخم مرغ شکسته بشه. یعنی اینکه برای هر کاری سختی وجود داره یا هزینه ای داره. حالا ساخته شدن یه دونه املت هزینهش، اون کانسیکوئنسش، اون عواقبی که داره اینه که باید تخم مرغ شکسته بشه. مثالی که به در نظر داشتم ولی ننوشتمش این بود، گفته بودم که we have to fire some of the employees. I'm sorry, but you can't make an omelet without breaking eggs. جمله البته کامل‌تر بود. گفته بودم برای پیشبرد کارکرد کمپانی مجبوریم چند تا از افراد رو، چند تا از کارمندان و کارگرا رو اخراج کنیم. متاسفم ولی نمیشه تخم املت درست کرد بدون شکستن تخم مرغ. اینجا یعنی اون املت میشه پیشبرد اهداف کمپانی، شکستن تخم مرغ میشه اخراج چند تا از کارمندا. این هزینهش یا این راهش اینه، این راهشه. درسته به یه سری ها به یه ضرری یه جایی میخوره، اما همینیه که هست، نمیشه هم این برای نگه داشت هم اون دار. خب اینها حالا ترجمه های من بودن. ممکنه ما اصطلاحات مناسب تری داشته باشیم، من نمیدونم، ما احتمالا ضرب و مثل هایی داشته باشیم که به اینها بخوره. به هر حال اگر که میدونید، اگر میدونید که مثلا این، مثلا ما همچین چیزی رو توی زبان خودمون داریم به این شکل گفته میشه هر چیزی، خوشحال میشم اگر که کامنتش کنید زیر ویدیو توی یوتیوب، نه فیسبوک، توی یوتیوب زیر ویدیو اگر کامنتش کنید، اینجور باقی میمونه با خود ویدیو و سالیان سال بعد هم اگر کسی ویدیو رو میبینه و کامنت شما همچنان اونجا هست که میتونه معنیش رو ببینه، یاد بگیره، خود منم میتونم یاد بگیرم. و آره دیگه همین بود، اینها بودن اون چیزایی که من براتون آماده کرده بودم و ترجمه های ناقصی که براتون داشتم. امیدوارم که ازش مطلبی رو یاد گرفته باشید، بتونید ازش استفاده کنید maybe. و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. تا اون موقع ویروز شاد باشید. بدرود.